حسین خمینی نوه خمینی در مصاحبه‌ای با بی بی سی مخالفت خود را با ولایت فقیه ارتجا ابراز کرد و تأکید نمود تا زمانی که این نظام و قانون اساسی آن وجود دارد هیچ تغییری در آن صورت نمی‌گیرد. ما به طور کلی بر اساس مبنای اعتقاداتی خودمون که عقیده‌مون اینه که حکومت دینی منحصراً به دست کسی میتونه باشه که متصل به وحی خداوندیه و این کسی نیست جز خود شخص پیغمبر اکرم اسلام و ائمه معصومی و الان که امام دوازدهم ما در غیبت به سر میبرن در عصر غیبت هستیم در نتیجه نمیتونیم اقامه حکومت دینی و اسلامی داشته باشیم. ولی پدر بزرگ شما ببخشید ولی پدر بزرگ شما چنین نظری نداشتند و ایشون بفرمایید این بر مبنای مسئله ولایت فقیه. ولایت فقیه مبحثی است قابل اختلافی که بعضی ها قائلن که نداریم ولایت فقیه، چیزی به نام ولایت فقیه وجود نداره، بعضی هم گفتن وجود داره. پس شما با نظر و روش پدر بزرگتونم که بنیانگذار جمهوری اسلامی بود در این زمینه اختلاف نظر دارید؟ بله، اما این رو باید از نقطه ایجابی و مثبت نگاه به این مسئله بشه، نه از نقطه نظر منفی. پس اگر این اختلاف نظر ببخشید اگر این اختلاف نظر بین شما بله وجود داره، وجود داره اما یک اختلاف نظر اجتهادی است، یک اختلاف نظر فکری است. با وجود این شما در مصاحبتون گفته اید که اگر پدر بزرگ من الان زنده بود با آنچه که نظام حکومت جمهوری اسلامی است مخالف بود و به صف مخالفین میپیوست. چرا این صحبت میکنه؟ بله، اون به خاطر اعمال ظالمانه است که مرتکب میشن. منظورتون؟ اعمال ظالمانه، کارهایی که نادرسته، حتی اون چیزی رو که بهش ادعا دارن که اجرای اسلامه به اون هم عمل نمی کنن. ممکنه چند نمونه بیارید شما؟ اعدام هایی که صورت میگیره، مصادره هایی که صورت میگیره، دستگیری هایی که صورت میگیره، افراد رو قبل از اینکه جرمشون ثابت بشه متهمین رو برای مدت زیادی نگه میدارن و بعدم ثابت میشه که مثلا این گناهکار نبوده بیرونش میکنن. ولی این نکاتی رو که این نکاتی رو که شما برشمردید در زمانی که پدر بزرگ شما در قید حیات بود و رهبر جمهوری اسلامی بود به شدت و حدت تمام ادامه داشت. اون زمان هم ادامه داشت، بله بود. اون زمان هم ما اشکال کردیم در سال 59-60 خود من در مشهد سخنرانی کردم و رسماً اعدام ها رو نفی کردم و رسماً دستگیری ها رو رد کردم. شما در مصاحبتون با این نشریه هلندی اصلاح طلبان و راه آقای خاتمی رو به پایان رسیده تلقی کردید و توصیف کردید، ممکنه قدری درباره این توضیح بیشتری بدید؟ الان سالیان سال انتخابات اول که ایشون انجام دادن که چیزی صورت نگرفت، برای مردم چیزی رو برمقام نیاورد. در انتخابات دوم مردم شرکت کردن به امید اینکه به هیچ جایی برسن، به جایی که نرسیدن هیچی، حتی از اون دفعه اول هم عقبتر ما رفتیم. این یه چیز واضحی و واضحی است که حتی آقای خاتمی خودش دیروز در سخنرانی هایی که داشته، حالا دیروز یا فریروز، امروز من در روزنامه دیدم، انتقاد زیادی کرده از دوستان و همکارانشون در دولت و در حکومت که نمیذارن کار بکنیم و نمیذارن کارها صورت بگیره. و شما مانع اصلی در راه تحقق یافتن برنامه های آقای خاتمی و طرفدارانشون در چه و یا چه میبینید؟ در بافت نظام حکومتی ایرانی و در بافت قانون اساسی ایرانی مشکل وجود داره. یک دوگانگی وجود داره، این دوگانگی نمیذاره کار صورت بگیره. این یکی. و اینکه حکومت دینی و مذهبی هم باز در عصر غیبت امام زمان با مشکلاتی برخورد میکنه در عالم واقع و خارج که اون مشکلات نمیذاره خود به خود کارها صورت بگیره. حالا گذشته از اینکه این شخص مقصر باشه یا اون شخص مقصر نباشه، اینا مشکلات جوهری است که در خود تز حکومتی وجود داره و در قانون اساسی ما هم ظهور کرده. پس به نظر شما باید یک همه پرسی دیگری صورت بگیره درباره شکل نظام و شاید تجدید نظر و از نو نوشتن قانون اساسی ایران؟
بله اصلا کلن همه پرسی صورت بگیره بر اصل نظام، چون که خود امام خمینی در روز اول ورودشون به ایران که اومدن در بهشت زهرا گفتن که پدران ما اگر چه این رژیم شاهنشاهی قانونی هم باشه، پدران ما حق نداشتن برای نسل‌های آینده تعیین تکلیف کنن، نسل فعلی رژیم شاهنشاهی رو نمیخواد. حالا همون حرف امروز هست، کسانی که رأی دادن در 12 فروردین سال 58 الان اقلیت جامعه ایران رو تشکیل میدن، اکثریت جامعه ایران، اکثریت قاطع جامعه ایران کسانی هستن که در اون وقت یا در سن رأی دادن نبودن یا اصلا متولد نشده بودن. با این مشکلات عظیم هم فعلا مواجهیم، چه مشکلات داخلی و چه خطرهای خارجی که کشور ما رو داره تهدید میکنه. ما باید چه کار بکنیم در یک چنین وضعیت و چه کار بکنه 70 میلیون نفر برای چند نفر باید از بین برن، یا اینکه نه بشینیم عاقلانه فکر کنیم و یک همه پرسی صورت بگیره. اگر مردم دوباره رأی دادن به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی از تمام مشکلاتش رد میشه، چه داخلی و چه خارجی، و قدرت با قدرت بیشتر ادامه به کار میده. اگر هم رأی نیاورد، آقایونی که متصدی هستن، آقایونی که خودشون دوست ندارن دیگه با بعد از جمهوری اسلامی همکاری داشته باشن، خیلی شرافت مخداره زندگی خودشون رو ادامه میدن و بدون این که قطره خون ریخته بشه مشکلات حل میشه. شما در مصاحبتون گفته اید که رهبری مخالفان نظام فعلی رو به عهده میگیرید یا آماده هستید که به عهده بگیرید، آیا منظور شما سوال این بود؟ بفرمایید. سوال این بود که شما این رو به عهده میگیرید، گفتم این افتخار بزرگیه، اگر یه همچین چیزی باشه افتخار بزرگیه. اگر حتی اگر بتوانم یک قدم در راه آزادی مردم، در یک قدم در راه آزادی یک نفر از مردم بردارم، همچنین افتخار بزرگی. شما در انتظار رسیدن این دعوت از سوی که هستید؟ انتظار در انتظار نیستم، سوال این بود که به عهده میگیرید حاضر هستید؟ گفتم افتخار بزرگیه. و اگر که چنین دعوتی از شما بشه، شیوه مبارزه شما چه خواهد بود؟ سیاسی یا نظامی و مسلحانه؟ ما به اصطلاح شیوهی رو الان چیزی رو که فقط طرح کردیم فقط مسئله رفراندومه و این رو درخواست کردیم، شاید رفراندوم بشه و جمهوری اسلامی رأی بیاره، اگر رأی آورد که همه باید تابع باز بشه. ولی آقای خمینی فراموش نکنیم میشه تصمیم گرفت برای مبارزه یا عدم مبارزه، ولی در این حال نباید فراموش کرد که شما آنچه را که گفتید در عراق گفته اید و سخنان تندی هم هست از سوی نوه آیت الله خمینی، و اگر که گزارشگر این نشریه درست گفته است که شما پشت میز نشسته بودید که یک جلد قرآن و یک مسلسل روی میز بود، ظاهرا شما نظرتون درباره شیوه مبارزه قدری قوی تر باید. ایشون اگر به این صورت گفته اشتباه کرده، توی اتاق من اومد که بره تو حیات، رخت خواب من اونجا خواهد بود و یک جلد حافظ، دیوان حافظ بالای سر من بود و یک دونه کلت کمری، اونم برای اینکه شبها یا اون وقتی که اونجاست احتیاطا اون رو گذاشتیم که اگر یه وقتی تهدیدی خطری کرد بتونیم لااقل از شخص خودمون دفاع بکنیم، بیشتر از این نبودیم. چون که میدونید عراق اوضاعی است که هنوز امنیت درش به صورت مطلوب وجود نداره. موضوع دیگری که از سوی شما نقل قول شده در این مصاحبه این است که شما گفته اید اگر آمریکا برای ایران میتواند آزادی بیاورد، این به نوعی دعوت از مداخله آمریکا در امور داخلی ایران نیست؟ این دعوت نیست، ما گفتیم آزادی اصله، آزادی قبل از نام، و اگر ایرانیان خودشون و ما بتوانیم این کار رو انجام بدیم که چه بهتر، اما اگر روزی شد که تمام راه ها بسته شد ما بعد از آزادی چشم بپوشیم بگیم آزادی نمیخواییم؟ ما یک بار به دنیا میاییم، یک بارم میمیریم، بعد تمام روی زندگیمون خط بکشیم.